در ایتالیا عملیات نجات در هتل مدفون شده در زیر برف همچنان ادامه دارد. پس از گذشت 7 روز از حادثه سقوط بهمن بر روی یک هتل در منطقه کوهستانی در مرکز ایتالیا، نیروهای آتش نشانی و ارتش تلاش می‌کنند افرادی را که هنوز در زیر برف و آوار مانده‌اند نجات دهند. در روزهای گذشته تلاش کردیم تا از طریق باز کردن حفره‌های در ساختمان هتل بتونیم به محوطه داخل آن نفوذ کنیم، که البته کاری طولانی و دشواره. به گفته کارشناسان، سقوط این بهمن که ساعتی پس از وقوع زمین‌لرزه 5.6 ریشتری هفته گذشته در مرکز ایتالیا به وقوع پیوست، در لحظه برخورد با ساختمان این هتل نزدیک به 120 هزار تن وزن داشت و سرعت آن 100 کیلومتر در ساعت بود. تاکنون جسد 14 نفر از مهمانان این هتل از زیر برف بیرون آورده شده، 15 نفر همچنان در زیر برف و آوار محبوس هستند و 11 نفر دیگر نجات پیدا کردند که 4 نفر آنها کودک هستند. ما با همه تجهیزات و امکانات خود شبانه روزی تلاش می‌کنیم تا افراد ناپدید شده را پیدا کنیم، هرچند که با گذشت زمان امید برای پیدا کردن افراد زنده در زیر آوار بسیار کم میشه. رسانه‌های ایتالیا اعلام کردند که مسئولان این هتل پیشتر به صورت مکتوب هشدارهایی را به مقامات ضبط محلی در خصوص احتمال وقوع بهمن و درخواست کمک فوری به مشتریان وحشت‌زده این هتل داده بودند. مقامات قضایی در ارتباط با سقوط بهمن بر روی هتل و تأخیر در امدادرسانی یک پرونده باز کردند که البته در حال حاضر هیچ کس تحت پیگرد قضایی قرار نداره. در همین حال پاولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا با ابراز تأسف از این واقعه دستور داد سریعا به این مسئله رسیدگی شود. به گفته کارشناسان، وقوع 10 زمین‌لرزه نسبتاً قوی در 5 ماه گذشته در مرکز ایتالیا خطرات زیادی برای سازه‌های بزرگ مهندسی این کشور مانند سدها و پل‌ها به وجود آورده و به همین علت دولت ایتالیا دستور کنترل و پیگیری‌های لازم را در این رابطه صادر کرده. حمید معصومی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.